پژوهشگران دانشگاه اوکایاما در ژاپن از وجود مواد عالی شکل دهنده حیات در یک سیارک خبر دادند. به گفته این پژوهشگران، نمونه‌هایی به دست آمده به آگاهی درباره منشأ منظومه شمسی، نحوه شکل گیری ریوگو در حدود 4,600,000 سال پیش و احتمال وجود حیات در بیرون از کره زمین کمک خواهد کرد. دایره کیفری دیوان عالی کویت، سلمان خالدی، فعال 23 ساله کویتی را به طور غیابی پس از محکومیت به اتهام توهین به پادشاهی عربستان سعودی و انتشار اخبار کذب از طریق حساب شخصی خود در توییتر به 5 سال زندان با اعمال شاقه محکوم کرد. در واکنش به این حکم، دیدبان حقوق بشر اروپا و مدیترانه نگرانی عمیق خود را نسبت به محاکمه سلمان خالدی بیان کرد و آن را مغایر با حق مشروع او برای آزادی اندیشه و بیان دانست. آستان مقدس علوی در مراسمی از نورالحسین، دانش آموز نابغه عراق از شهر مشقاب، تجلیل و قدردانی کرد. نورالحسین موفق شد رتبه اول مسابقات بین المللی حساب ذهنی که در کشور مصر برگزار شد را از آن خود کند. به نقل از منابع رسانه محلی افغانستان، سنی های تندروی طالبان مردم پنجشیر را به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود بازداشت و شکنجه می کنند. همچنین سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه اعلام کرد که طالبان با استقرار هزاران جنگجوی خود در ولایت پنجشیر، عملیات جستجو در میان ساکنان محلی به اتهام حمایت از جبهه مقاومت ملی ادامه می دهد. در ایام میلاد حضرت امام رضا علیه السلام، بین الحرمین در شهر مقدس کربلا با نصب 70 بنر امام رضایی تزیین شد. نافع الموسوی، رئیس منطقه بین الحرمین، نصب این بنرها را در راستای عمل به فرمایش حضرت امام صادق علیه السلام مبنی بر احیای امر اهل بیت علیهم السلام خواند. در اصلاحات جدید ماده 17 آیین‌نامه اجرایی ثبت احوال عربستان، عبارت الزامی بودن پوشانده شدن موی سر و گردن زن در کارت ملی عربستان حذف شده است. شهر بندری لیورپول در انگلستان میزبان دومین سمینار از سلسله نشست‌های گفتگو با شعار عالم آل محمد به مناسبت میلاد امام رضا علیه السلام است. بر پای این سمینار از طرف نماینده آیت‌الله العظمی سیستانی دامظله در انگلستان است.